روز چهارشنبه 23 بهمن ماه شهر یبرود سوریه هدف حملات ارتش این کشور قرار گرفت. این آخرین شهر مهمی بود که در اختیار مخالفان دولت قرار داشت. یک روز پیش از آن نیز در شهر حلب 27 نفر از جمله چند کودک به دلیل بمباران هوایی دولت سوریه کشته شدند. پناهندگان در انتظار راه حلی هستند و هر روز بر شمار آنها در کشورهای همسایه افزوده می شود و این موضوع می تواند تنش‌های جدیدی میان آنها و ساکنان این کشورها ایجاد کند. یکی از پناهندگان سوری در اردن می گوید ما همچنان در انتظار نتیجه گفتگوهای ژنو هستیم، اما هر کسی نظر خودش را می دهد و مذاکرات راه به جایی نمی برد و بی نتیجه است. هجوم پناهندگان سوری به لبنان چالش‌های گوناگونی برای ساکنان این کشور به وجود آورده است. یک فروشنده لبنانی میگوید اکنون ما کمتر از گذشته درآمد داریم. من یک بسته کلوچه را 6000 لیره می‌فروشم. بسیاری از مردم سوریه در اینجا مغازه‌هایی را باز کردند و آنها همین بسته کلوچه را 4000 لیره می‌فروشند. من اکنون مشتریان کمتری دارم و مجبورم قیمت محصولات را نیز کاهش دهم. تخمین زده می‌شود 65000 سوری طی 3 سال گذشته به شمال شرق لبنان مهاجرت کرده باشند.